A remarkable man. یک مرد استثنایی. His life story is incredible. داستان زندگی اون شگفت انگیزه. The man is just a walking legend. این مرد یک افسانه متحرکه. He is a fantastic person. I like him a lot. اون خارق العاده است و من به اون خیلی علاقه مندم. Of course he was a great man. البته که اون مرد بزرگیه و با عملکردش باید هم که موفق باشه. زندگی که با یک فاجعه روبرو شد. همیشه این احساس رو دارم که وقتی بابی به مونیخ رفت یک پسر بچه بود، اما بعد از اون فاجعه مثل یک مرد بیرون اومد. من اون رو 14 تا 18 متر بیرون کشیدم. فکر کردم کشته شده. مطمئنم در اون لحظات این افکار رو داشت که اگر بتونه دوباره بازی کنه برای پیروز شدن هر تلاشی رو خواهد کرد. بیالایش و عاشق چیزهای ساده. باب که فوتبال بازی میکرد به شوخی بهش میگفتم دیوونه ای. هر وقت بازی میکرد عادت داشت تاسی سرشو با موهاش ببوشونه. We had a bit of a laugh about that, you know, but خیلی به اون می‌خندیدیم، اما اهمیتی نمی‌داد. اما او به طور عجیبی هرگز مایوس نمی‌شد. کلاسش فرق می‌کرد. دقیقاً کلاس دیگه‌ای داشت. هر نسلی که با اون روبرو میشه ناخودآگاه به اون احترام می‌گذاره. آلف میگفت توپ رو به بابی بده. He continues to be the figure. او چهره ای بود که همه را مبهوت می‌کرد. وقتی به گلاش تماشا می‌کنی باور نکردنیه. To do what he's done, you're talking about. در یک میلیون بازیکن فقط یکی مثل اون بود. Without doubt, he's up there with the best. Unquestionably the best player of all time. بدون هیچ سوالی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتباله. سر رابرت چارتون، شوالیه روم و سفیر فوتبال. بابی چارتون، بازیکن منچستر یونایتد انگلیس. قریب 40 سال از زمانی که بابی در منچستر یونایتد توپ میزد میگذرد. تا کنون کسی مثل او در ورزشگاه اولترافورد خدمت نکرده است. جوانان بسیاری هستند که هیچگاه بازی او را ندیدند، اما کسانی که بازی او را دیدند و یا خاطره بازی او را به یاد می‌آورند، هیچگاه نمی‌توانند بازی خوب او را فراموش کنند. او نظیر نداشت و اکنون در سن 70 سالگی همچنان سرزنده است. با اینکه در محاصره بازیکن است، اما خیلی ساده با یک استیل فرازیبا دریبل می‌زنه و خیلی راحت توپ را سانتر می‌کنه. Piece of silver paper. When Bob got the ball, the crowd would. وقتی توپ به دست باب میرسید، جمعیت یک نفس عمیق میکشید. من از این صحنه خیلی لذت میبردم، چون میدونستی گله. بعضی چیزها که به قدیم‌ها برمیگرده باور کردنی نیستن. باور کنید این مرد قادر بود حریف رو بدون اینکه اشتباهی مرتکب بشه گوشمالی بده. واقعاً اینکه گل‌هایی که اون به ثمر می‌رسون در نظر ساده نبود. گل‌های سختی بودن و بعضاً از فاصله 23 متری به ثمر می‌رسون. برای من لذت بخش بود و اون هم از بازیش لذت می‌برد. میدونین بازیکنان چپ ها متفاوت هستن. چیزی که در مورد اونها وجود داره اینه که مثل الماس میدرخشن. آره، اون در رأس بازیکن های خط میانی که همین الان بازی میکنن و جز برترین ها هم هستن قرار داره. به نظرم این به روش کار بازیکنان اون موقع برمیگرده که در بازی جاری میکردن، چیزی که بازیکنان این دوره با اون چف نمیشن. بابی چارتون و دیوید رو باید جز بازیکنان عالی اون مرحله دونه. شما حتی امروزه کسی رو نمیبینید که مثل اون گل زده باشه. این یک رویاست. اینطور نیست؟ آره، در فوتبال رویا وجود داره. تمام خانواده هم شیفته فوتبال بودن. عموهام همه فوتبالیست بودن. بهترین کاری که کردم این بود که با این باشگاه قرارداد امضا کردم. واقعا معرکه بود. دقیقا معرکه بود.
He was born in the large coal mining village of Ashington, Northumberland in October 1937. بابی چارتون در اکتبر سال 1937 در اشینگتون در روستای بزرگی که معدن زغال سنگ داشت متولد شد. او پسر عموی جکی ملبورن فوتبالیست پیشکسوت باشگاه نیوکاسل یونایتد بود. بابی چهار عمو داشت که همه فوتبالیست حرفه‌ای بودند. او از خانواده ملبورن که همه از فوتبالیست‌های درجه یک بودند می‌باشد. پسر عمویش جکی در نیوکاسل توپ می‌زد و پدر و پدر بزرگ و سه برادرش از فوتبالیست‌های حرفه‌ای آن دوران بودند. مادرش سیسی هم مثل خود آنها شیفته فوتبال بود. عشق فوتبال عمیقاً در این خانواده نسل به نسل نهادینه شده بود، به طوری که فوتبال را روزانه جایگزین زندگی سنتی مردم در اشینگتون کرده بودند. مادرمون با بقیه فرق می‌کرد. در ایام دهه 50 و 60 زنان معدودی بودند که اینقدر به فوتبال تمایل داشتن، چون فوتبال با به طبع زنان نبود. اما مادر ما در کنار چهار فرزندش که کاری جز فوتبال نمی کردن علاقمند شده بود. در کنار اونا با توپ شوت می کرد و خودش به یک مدیر تیم تبدیل شده بود. همه اینها از یک خانواده فوتبالیست در میاد. از خانواده‌ای که چهار برادر فوتبالیست حرفه‌ای داره چه انتظاریه؟ طبعا فضای فوتبال در خونه حاکمه و مادر خونه هم یک فوتبالیست متعصب میشه. اون به فوتبال علاقه داشت و در یکی از مدارس مربی بود و به بچه ها فوتبال آموزش میداد. میز کنار دیوار رو دروازه میگذاشتند و شیرجه میرفتند. بابی هم خیلی علاقه داشت که وسط آشپزخونه روی زمین شیرجه بره. اولین باری که به خاطر میارم با یک شوت گل زدم. عموم تامی اولین کفش فوتبالی رو که خریده بود به من هدیه کرد. وقتی عمه روز یک شنبه صبح به خونه ما اومد با دو بچه که مشغول بازی با توپ بودن مواجه شد. در زمان جنگ هیچ کس به غیر از ما توپ نداشت، چرا که وقتی عموم برای دیدن ما می اومد با خودش توپ فوتبال هدیه می آورد. روزهای یک شنبه به طور معمول در پارک فوتبال بازی میکردیم که از 8 صبح تا 8 شب طول میکشید و فقط برای خوردن نهار محل رو ترک میکردیم و این روال همیشگی کارم. من تقریبا 6 تا 7 ساعت بازی میکردم. ما برای گلزنی از ضربه سر استفاده میکردیم و هر حفره‌ای که در دیوار پیدا میکردیم با سرهد میزدیم تا توپ داخل اون بره و من هر بار برنده میشدم، چون علاقه داشتم توپ رو روی سر اون سانت کنم و هنگام گلزنی اون توپ رو داخل دروازه میکاشت. بنابراین هر توپی که روی زمین بود اون برای من میساخت و هر توپی که روی هوا بود من برای اون میساختم. بابی در بازی نخبه بود، نقش مهمی در بازی داشت. تلاش می‌کردیم که مهارش کنیم. اون آدم سرسختی بود. هیچ کس از پسش بر نمی‌اومد. و به واقع هر لحظه اون رو دوست داشتم. بزرگسالا از من می‌خواستن که براشون بازی کنم. اون موقع به نظرم تقریباً 8 یا 9 سالم بود. همون زمان بود که فهمیدم این چیزیه که دنبالش هستم و بالاخره تصمیم گرفتم که به دنبال فوتبال برم. بابی چارتون با تمام وجودش فوتبال بازی میکرد. همه میدونستن که اون یک روز فوتبالیست بزرگی میشد. یادم میاد در تیم جوانان انگلستان که رفته بود با یه عکسی که کاپ گرفته بود به خونه برگشت که یک چیز قشنگی بود و من ازش پرسیدم کاپ کجاست؟ گفت خوب بود، یک عکس از کاپ رو هم می آوردن. همه اون رو میشناختن، هیچ کس من اون نمیشناخت، اما همه اون رو میشناختن و این خیلی خوب بود. بعد از این بود که اون مشهور شد، همه اومدن تا با اون قرارداد امضا کنن و منچستر یونایتد اولین آنها بود. در دفتر مد بازبی در اولترافورد نام بازیکنهای جوان از تمام قسمتهای کشور قرار گرفت. جوانانی که مشتاق بازی فوتبال تحت بزرگترین مدیریت افسانه‌ای که توسط مد بازبی صورت می گرفت بودن. سوالی که هر کس از مد بازی می کرد این بود: مد، نظر شما در مورد این جوانان چیست؟ خب ترجیح می دم بگم سیستمی را ایجاد کردیم که هدف آن راهیابی جوانان متحد و به کارگیری جوانان باشگاه
و هر بازیکن جوان مستعدی است که بشه به وسیله آن یک آینده درخشان را بسازیم. یه نفر به من گفت بابی، چیزی که دنبالش میگردی توی منچستر یونایتده. من در مسابقات بازی کردم و در نهایت جو آرمسترانگ که مرد دوست داشتنی بود من رو در کنار زمین گیر آورد و پرسید بابی، میخوای ماه دسامبر بعد از ترک مدرسه در منچستر یونایتد بازی کنی؟ خیلی خوشحال میشم که نظرت رو بدونم. من هم همونجا جواب مثبت دادم، یعنی اولی انتخاب و تصمیمم منچستر یونایتد بود. باب تصمیمش رو برای رفتن به منچستر گرفته بود و اولین فردی بود که نشون داد با همه خوب و بدش اون رو قبول کرده. او واشنگتن را به مقصد منچستر ترک گفت و یک نیروگاه صنعتی را با یک نیروگاه فوتبال جایگزین کرد. او در آن زمان بابی 17 ساله بود. وقتی اولین بار از قطار در منچستر پیاده شدم، در ایستگاه جیمی مورفی به سراغم اومد تا من رو به مدی ایکس در نگی فیلد ببره. به من خوش آمد گفت و خواست گراحت باشم. من پرسیدم که کی به اولترافورد میریم؟ اون گفت بله، به اولترافورد هم میریم. من در حالی که به ساختمان‌های سیاه اطرافم نگاه میکردم پرسیدم این اولترافورد کجاست؟ اون گفت اولترافورد در پارک ترافورد است. که گفتم او پارک ترافورد، چه جای زیبایی، درخت‌های زیبا و فضای بازی داره. ترافورد پارک بزرگترین مکان صنعتی اروپا در اون زمان بود. جیمی مورفی دستیار مربی و مربی تیم جوانان منچستر یونایتد بود. به لحاظ روانی مربی دلسوزی برای جوانان کم تجربه بود که به زندگی حرفه‌ای روی آورده بودند. بسیاری از جوانا فکر میکنن همه چیزا میتونن با توان فردیشون به پیش ببرن، در حالی که وقتی فوتبال تیمیست باید یاد بگیرن که مثل تیم عمل کنن. و جیمی سالیان سال بلا وقفه زندگی خودش رو وقف آموزش هایی کرد که به من بیاموزه که یک بازیکن حرفه‌ای چطور باید بازی کنه، به طوری که وقتی یک کمی بزرگتر شدم تمامی درسایی که اون تلاش میکرد به خوبی به من آموزش بده دستمایه کارم شد. جیمی تشخیص داد که بابی چارلتون بهترین بازیکن دنیاست. مهم نبود که اون در منچستر یونایتد توپ میزنه، اون بازیکنش را مثل یک گل ارکیده میدید. کارش هم تولید بهترین سیب بود و بابی رو به عنوان سیب طلایی خودش در نظر داشت. خودم شاهد این سیب طلایی بودم که حتی مجال نمیداد بگذاره این سیب به طور کامل برسه تا بعد اون رو بچینند. Football is a pleasant game, played in the sun, played in the rain, and the team that gets me excited, Manchester United, Manchester, Manchester United, a bunch of bouncing Busby babes, they deserve to be knighted. I knew about the Busby babes. من مد بازبی رو میشناختم و درباره‌اش در روزنامه خونده بودم. در رسانه ها اون موقع خونده بودم که مد بازبی به دنبال جایگزین کردن بازیکنان جوان با فوتبالیست های حرفه‌ای است که در اواسط 30 سالگی بود. مد بازبی میگفت اگر به اندازه کافی بازیکن جوان داشته باشید میتونید این کار را عملی کنید. من هم گفتم اگه اینطوره پس من هم میتونم و میخواستم همین رو تجربه کنم. یکی دیگر از سیب های طلایی که نزد مد بازبی بود دانکن ادواردز. اون موقع منچستر یونایتد معروف بود به اینکه بازیکنان جوان رو خوب آموزش میده. برای همین هم به خودم گفتم پس به جای درستی اومدم. ما دوستان صمیمی شده بودیم چون هر دوی ما خدمت سربازیمون رو در یک مرکز گذروندیم. بنابراین اوقات زیادی رو با اون میگذروندم. به نظرم به تنهایی میشد اون رو مقابل 11 نفر حریف رها کرد، چون از پس همه اونها برمی اومد. من همیشه فکر میکردم بازیکن خوبی هستم، ولی در مقابل ادواردز احساس میکردم اگر کنار اون باشم ممکنه بتونم بازیکن خوبی باشم. بنابراین در کنار اون هیچ وقت به ذهنم نزد که بازیکن خوبی هستم، چون اون خارق العاده بود. البته بازیکنان خوب دیگه هم از دوبلین در آنجا بودن که ادی اسمشون را گذاشته بود دیوید پیک. همه اونها جزو تیم جوانان بودن و برای تیم دست یک انتخاب شدن.
اونجا مثل بهشت. وقتی برای گلزنی انتخاب شدم باعث تعجبم شده بود که چرا من رو برای تیم دست اول انتخاب کردن. اون موقع در یکی از مسابقات بر اثر ضربه‌ای که به قوزک پای راستم خورده بود پانورم کرده. دو هفته بعد مد باز بی بی من رو به دفترش صدا کرد. وقتی پیشش رفتم گفت قوزک پات چطوره؟ گفتم خوب میشه. خوب میشه. که بعد رو کرد و به من گفت بهت تبریک میگم، از فردا در تیم دست اول بازی میکنی و با من برای اولین بار به طور رسمی دست داد. بعد هم من وارد تیم شدم و در اولین بازی دو گل زدم. در اولین فصل حضور چارتون در منچستر یونایتد این تیم قهرمانی لیگ را نصیب خود کرد و افتخار اولین تیم انگلیسی را که به رقابت‌های جام اروپا راه یافته بود را نصیب خود کرد. لیگ فوتبال انگلیس نمیخواست که ما در این بازی ها شرکت کنیم. این در حالی بود که ما به اندازه کافی بازیکن داشتیم. اینجا بود که مد بازبی مخالفت کرد و گفت این آینده تیم است و ما باید در رقابت های اروپایی شرکت کنیم. در اونجا همش شور و هیجان بود و به خاطر دارم که هم مد بازبی و هم جیمی مورفی از حضور در این مسابقات جدید ذوق زده بودند. در اولین حضور منچستر یونایتد در لیگ باشگاه‌های اروپا این تیم توانست به نیمه نهایی راه یابد و در آن چارتون مقابل رئال مادرید گلزنی کرد، اما در نهایت مغلوب رئال مادرید شد. این موضوع باعث اشتیاق مد بازبی برای حضور در رقابت‌های اروپایی شد. در فصل بعدی 1957-58 منچستر مجدداً به نیمه نهایی این رقابت‌ها در بلگراد صعود کرد که در آن بابی چارتون دو گل به ثمر رساند. ما مقابل رد استار بلگراد قرار گرفتیم و در اون مسابقه بردیم. همگی خیلی خوشحال شدیم چون با اون مسابقه به نیمه نهایی راه پیدا کردیم و بنابراین همه این احساس و امیدواری رو داشتیم که پیروز خواهیم شد. اما همه میدونن چیزی که برای منچستر یونایتد رخ داد یک فاجعه بود. اتفاقی که امروز بعد از ظهر رخ داد و در میز خبر اون رو دریافت کردیم این است که هواپیمایی که شامل بازیکنان منچستر یونایتد پس از بازی در بلگراد بود و قصد پرواز به خانه را داشت، ما با هواپیما در منطقه‌ای از مونیخ که هوای برف و بورانی داشت برای سوختگیری نشستیم. در کنار صندلی هم کنار من بابی چارلتون و دلین فایلر بودن که مثل دو بچه دیوونه تای هواپیما توی سریر کله هم می زدن و توجهی هم نداشتن و من از پنجره هواپیما بیرون رو نگاه می کردم که یک مرتبه مستقیم برف به پنجره اصابت کرد و گفتم آی پنجره و دیدم که در برف احاطه شدیم. در اون لحظات اجازه ترس از مرگ رو به خودم نمیدادم. یک مرتبه متوجه شدم که پنجره قفله و جالب این بود که هر لحظه امکان داشت که پنجره متلاشی بشه. در اون لحظه هواپیما شروع به چرخش کرد و یک کمی کله پا شد. وقتی اوضاع هواپیما کمی عادی شد گفتن وضعیت خوب میشه، که خواستیم یک کمی قهوه بنوشیم که دوباره وضعیت هواپیما به هم ریخت و برای بار سوم مت بارزبی گفت ممکنه هواپیما سقوط کنه. به همین دلیل تعدادی از بچه ها به صندلی های عقبی هواپیما که تصور میکردن امتره رفتن. یادم میاد در آخرین لحظه ای که نشسته بودیم بابی چارلتون و دنیس فایلر که سه صندلی بعد از من نشسته بودند رفتند به عقب هواپیما و با تکانهای هواپیما در این لحظه ترس برم داشت. بعد کنار پنجره به پایین نگاه میکردم و فکر میکردم که اشکالی در باتری به وجود اومده و دارن تعمیرش میکنن. انتظار نداشتم که چنین چیزی پیش بیاد. به بالها نگاه میکردم و در همین حال برف رو هم نگاه میکردم. در همین وضعیت یک دفعه دیدم چرخا فرو رفتن به سمت سقف و بعدش دیگه هرچه میدیدی سیاهی و جرقه و چیزهایی که توی سرم میخورد بود. Next thing I know, daylight and darkness, banging and sparks and things hitting the head.
من اون موقع هنگام بارش بارون در برگشت از لیدز بودم که قطار رو ترک کرد و تازه لباسامو که خیس شده بود عوض کرده بودم که نفراتی همراه آلتور کراولر مدیر وقت منچستر اومدن به خونه. در حالی که دم در خوشگشت زده بود گفت هواپیمای بازیکنان منچستر یونایتد در سانحه هوایی سقوط کرده و ما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده و تا الان فکر نمی‌کنیم کسی از اونا زنده مونده باشه. همه به من خیره شده بودند و نمی‌دونستان که بابی در اون پرواز در هواپیما بوده. سانحه هوایی بی‌نظیره یک هواپیما. از میان 6 خدمه و 38 سرنشین این هواپیما 23 تن نجات پیدا کردند. 23 are known to have survived.